مدتی پا در رکاب اسب می نهی، بر بال تاریخ سوار شده ای. شمشیر و عمل تو ماندگار می شود. چون هزاران فرزند به دنیا نیامده این سرزمین، آزادیشان را از بازوان و اندیشه ما می خواهند. پس با عمل خود می آموزانیم که پدرانشان نسبت به آینده آنان بی تفاوت نبودند و آنان خواهند آموخت آزادیشان را به هیچ قیمت و بهایی نفروشند. پیش از شروع ویدیو جا داره از حامیان مالی کانال تشکر کنیم. اگه برای اولین باره که به کانال ما سر میزنید، حتما ما رو سابسکرایب کنید و ویدیوهای دیگه ما رو هم ببینید. ایرانیان اهمیت هماهنگی و ائتلاف نیروهای خود را که شرط لازم برای موفقیت نظامی بود دریافته بودند. برعکس غلجایها به نحوی خطرناک و بیش از حد به توانایی خود اطمینان داشتند و به همان اندازه مخالفان خود را دست کم می گرفتند. اشرف دائم می گفت خوشحال می شود اگر طهماسب دوم به اصفهان بیاید، زیرا در این صورت لازم نخواهد بود در پی شکار او به کوه و بیابان بزند. جنگجویان غلجایی اشرف طهماسب دوم را سگزاده می خواندند. اشرف به رغم لاف و گزافهایش سرانجام دریافت خطری به راستی مهلک حکومتش را تهدید می کند. به خصوص وقتی خبر موفقیت‌هایی را که نادر در بهار 1728 در هرات به دست آورده بود را شنید. اشرف هراسان از چشمانداز پیشروی طهماسب دوم و نادر به سوی اصفهان برای کمک به نیروهای خود سرباز به قزوین فرستاد. او اواسط تابستان همان سال همراه با 30,000 سرباز از اصفهان خارج شد و خیلی زود به تهران رسید. در تهران و قبل از حرکت به سوی سنگان منتظر رسیدن قوای کمکی شد. اواخر تابستان طهماسب دوم و نادر پیشروی به سوی پایتخت پیشین صفوی را از راه نیشابور و سبزوار آغاز کردند. اشرف که 40,000 نیرو تحت فرمان داشت سمنان را محاصره کرد. پس از آن که خبردار شد ارتش نادر به سمت اصفهان حرکت کرده است، بخشی از نیروهای خود را برای ادامه محاصره سمنان بر جای گذاشت و راهی رویارویی با ارتشیان نادر شد. پیش قراولان ارتش غلجایی به سرکردگی محمد سیدار خان در بستام سعی کردند با حمله به قوای نادر توپخانه آنها را بگیرند، اما آنها به سختی شکست خوردند و ناگزیر به روستای مهمان دوست در 23 کیلومتری شمال دامغان گریختند. این درگیری پیش درآمد سرنوشتی بود که انتظار غلجایی ها را می کشید. اشرف جدی بودن خطر را دریافت و تصمیم گرفت با پیوستن به پیش قراولان شکست خورده خود در مهمان دوست همانجا دست به مقاومت بزند. نادر و طهماسب دوم برای رسیدن به اشرف درنگ نکردند. آنها به رودخانه مهمان دوست رسیدند تا اولین جنگ برنامه ریزی شده خود را در برابر غلجایی ها آغاز کنند. شمار سپاهیان اشرف را 25 تا 50,000 تن برآورد کردند. در منبع دیگری آمده که اشرف 20,000 تن را در جناح چپ به فرماندهی سیدال خان و 20,000 تن دیگر را در جناح راست به فرماندهی محمد امین خان اعتماد الدوله و 3,000 تن از بهترین سربازانش را در مرکز جای داد. اوائل پاییز همان سال جنگ آغاز شد. نادر با رسیدن به نزدیکی قوای افغان پی برد که غلبه بر اشرف که با خود بهترین سواران و سرداران افغان و غلجایی را آورده و سپاهش از روحیه بالایی برخوردار است به سادگی امکان پذیر نیست. بنابراین تصمیم گرفت این نیروی مخوف و مهاجم را با تاکتیک نظامی از پای درآورد. با شروع نبرد ارتش نادر به سمت چپ به سوی دامنه تپه ها عقب نشینی کرد. غلجایی ها که فکر می کردند پیروز شده اند و دشمنی وحشت زده را تعقیب می کنند به دنبال آنها رفتند.
عقبه کارآمد سپاه نادر عقب نشینی سپاه را پوشش می‌داد و قلجایی‌ها را با شلیک تیر و تفنگ در فاصله مشخصی نگه می‌داشت. نادر ارتش خود را کاملا سازمان یافته نگه داشته و نیروهای با ارزش سپاه را طبق آن سازماندهی مستقر کرده بود. نادر در این نبرد به سبک ارتش‌های مدرن اروپایی عمل کرد، به این صورت که کل نیروهای خود را به شکل یک واحد بزرگ درآورد و به آنها دستور اکید داد تا قبل از علامت او حتی یک گلوله شلیک نشود. سپس توپها و پیاده نظام خود را به گونه‌ای آرایش داد که بتواند با تمرکز آتش محبته بزرگ پیش روی خود را کاملا زیر پوشش بگیرد. سواران اشرف که به شیوه سنتی افغانها همزمان از سه جهت حمله می کردند، تنها منتظر دستور بودند تا پیاده نظام نادر را از دم تیغ بگذرانند. و بدین گونه بود که با دستور فرمانده خود به ناگاه از جا کنده شده با سرعتی غیر قابل وصف به سمت سپاه ایران به حرکت در آمدند. فریادهای بلند آنها که سر پرسی سایکس آنها را به نعره‌های وحشیانه تشبیه می کند سبب بیم مردان تعلیم دیده نادر نشد و سردار افشار اجازه داد تا نیروی مخوف اشرف تا آن اندازه به سپاه ایران نزدیک شود که حتی چهره‌های سواران مهاجم قابل رؤیت باشد و آنگاه فرمان آتش داد. هزاران گلوله توپ و تفنگ بهترین و شجاع‌ترین سرداران افغان را ظرف 10 دقیقه از پای درآورد و چهره نبردهای نوین را به آنها نشان داد. اما این تمام ماجرا نبود. افغان‌ها که گویی از مرگ نمی‌ترسیدند پی در پی حمله کردند و ستون‌های سواره آنها زیر آتش بی‌رحمانه توپخانه نادر متلاشی شد. حملات افغان‌ها به اندازه‌ای متحورانه بود که حتی در برخی خطوط تعدادی از آنها از خط آتش و صفوف سربازان نادر گذشتند، اما نتیجه مبارزه را نادر با فرمان حمله متقابل تعیین کرد. 25,000 سرباز نادر با کنار گذاشتن سلاح گرم با شمشیر و سایر سلاح‌های سرد به مسافه سربازان اشرف پرداختند. اشرف که با ایجاد یک هستی دفاعی سعی داشت جلوی فرار نیروهایش را بگیرد، در این هنگام با یک بدشانسی بزرگ روبرو شد و آن گلوله خوردن بیرقدار اصلی سپاهش بود. این اتفاق تیر خلاص را به ارتش شکست ناپذیر او زد، به ویژه آن که توپخانه زنبورکی او نیز که آماده بود بلای جنگ گلوناباد را مجدداً بر سر ایرانی ها بیاورد، زیر آتش توپخانه قدرتمند نادر متلاشی شد. تا بعد از ظهر آن روز از سپاه اشرف کسی در میدان نماند و همگی به شکل پراکنده به سمت غرب عقب نشینی کردند. نادر نیز که هنوز به انضباط نیروهای خود اطمینان 100% نداشت، به آنها اجازه تعقیب دشمن را نداد. به گفته مورخان در این نبرد 12,000 افغان و 4,000 ایرانی کشته شدند و افسانه شکست ناپذیری افغانها از بین رفت. اختلافهای طهماسب و نادر پس از نبرد مهماندوست دوباره سر برآورد، اما توافقی صورت گرفت که امکان رفتن به اصفهان و بازپسگیری شهر را ممکن ساخت. نادر طهماسب دوم را متقاعد کرد به تهران برود. این تصمیم خردمندانه بود، چرا که جنگ اخیر این شهر مهم را که حال از وجود افغانها پاک شده بود برای احیای پادشاهی ایران امن ساخته بود. به این ترتیب طهماسب دوم دیگر موی دماغ نبود و نادر می توانست با تمام قوا کار افغانها را یکسره کند. نادر پس از شکست دشمن آنها را تا نزدیکی تهران دنبال کرد و در منطقه‌ای به نام سردره خار بار دیگر با افغانها درگیر شد. به رغم تحمل یک کمین وحشتناک با تلفات زیاد، نادر توانست نهایتاً آنها را به سمت جنوب فراری دهد. نکته جالب توجه این که نادر در این مرحله به جای آن که مجدداً مشغول جمع آوری نیرو و یا بهره‌گیری از پیروزی‌های پی در پی خود شود، بلافاصله از مسیر تهران قم کاشان اشرف را تعقیب می‌کند و به او فرصت جمع آوری نیرو را نمی‌دهد.
اشرف که میدانست در صورت تحمل یک شکست دیگر از نادر باید از ایران بگریزد، بلافاصله پس از ورود به اصفهان ضمن کشتن 3000 تن از بزرگان ایرانی به انتقام شکست در میهماندوست و سردره خار با 25000 سرباز که به گفته مورخان تعدادی از آنها سربازان عثمانی بودند در آبادی مورچه خورد در 55 کیلومتری شمال اصفهان به انتظار رسیدن نادر نشست. قوای نادر پس از رسیدن به مورچه خورد برای آنکه مجدداً دشمن را به زیر آتش بکشند مواضع تدافعی اتخاذ کردند. اما افغانها که از دو نبرد هرات و مهماندوست عبرت گرفته بودند تکان نخوردند. نادر که نمی توانست با سپاه 32000 نفره خود که اغلب پیاده بودند ریسک یک حمله را بپذیرد، ابتدا با آتش توپخانه مواضع اشرف را زیر آتش گرفت، اما موضع مستحکم افغانها آتش توپخانه او را بی اثر گذاشت. افغانها نیز به آتشباری علیه ایرانیان پرداختند که آن نیز بی فایده بود، اما شلیک ها این اثر را داشت که نادر جای توپخانه دشمن را کشف کند. به گفته مقتدر نویسنده کتاب تاریخ جنگ های نادرشاه، سردار افشار ستونی از تفنگچی‌های ایرانی را مأمور حمله به واحدهای توپخانه دشمن کرد و با دو ستون دیگر حمله تعرضی همه جانبه ای را علیه دشمن سازمان داد. نادر همچنین حاج بیگ افشار را با عده‌ای سوار مأمور انجام یک حرکت دورانی به جناح شرقی دشمن کرد. این بار نوبت افغان‌ها بود که از برتری آتش خود استفاده کنند، اما تفنگچیان ایرانی با تحمل تلفات زیاد توپ‌های اشرف را از کار انداختند و نیروهای افغان مجبور به جنگ تن به تن شدند. پایداری نیروهای افغان بسیار خوب بود، اما مردان نادر نیز با از جان گذشتگی به رغم کشته‌های زیاد در مرکز سپاه افغان نفوذ کرده و راه را برای ورود سواران حاج بیگ به میان دشمن گشودند. نادر که با بخشی از سپاه به عنوان نیروی کمکی در حال نظاره میدان جنگ بود، بالاخره وارد عرصه نبرد شد و دسته‌های پراکنده افغانی را در هم کوبید. سردار افغان سعی فراوانی برای جمع آوری نیروهای خود کرد، اما این کار با حملات همه جانبی ایرانی ها امکان پذیر نبود و به علاوه این که بخش هایی از سپاه نادر که تا کنون با سلاح سرد می جنگیدند مجدداً تفنگ ها را در دست گرفته دسته دسته سربازان ناامید افغان را به گلوله می بستند. به نوشته افراسیابی، اشرف با از دست دادن آخرین توپخانه خود و به جا گذاشتن اردوگاهش با دلی پردرد و خشمگین به سوی اصفهان گریخت و جنگ به پایان رسید. ایرانیان پس از گذشت 8 سال از نبرد گلون‌آباد اکنون پیروزمندانه اصفهان را در پیش رو داشتند و شهر اصفهان با فریاد زنده باد سپه سالار ایران پذیرای نادر شد و اشرف با نیروی اندک شهر را رها کرده به سمت شیراز گریخت. نادر چند روز بعد طهماسب دوم را به اصفهان برمیگرداند و امور اجرایی را به او می سپارد. به گفته مورخان، اصفهان در زمان تسلط افغانها به گونه‌ای ویران شده و از جلوه افتاده بود که شاه طهماسب و همراهانش از شدت تأثر به گریه افتادند. نادر دستور داد تمام افغانهایی که با وحشیگری رفتار کرده و در این زمان خود را مخفی کرده بودند پیدا و اعدام کنند. در سال 1730 نادر طی 40 روز اقامت در اصفهان با آماده سازی ارتشی مجهز عازم شیراز شد و هفته بعد در زرقان در 30 کیلومتری شمال شیراز با مشاهده نیروهای اشرف شروع به سفارایی کرد. افغانها به جای آنکه به دفاع بپردازند به نیروهای از راه رسیده نادر حمله بردند. نادر با مشاهده توأم با تعجب و تحسین حمله متحورانه افغانها توپخانه خود را بر روی ستون سواران دشمن متمرکز کرده دستور آتش داد و از آن طرف سواران خود را علیه پیاده نظام افغانها به حرکت درآورد.
اشرف با آخرین قوای باقی مانده خود آنقدر به صفوف نیروهای ایرانی حمله کرد تا تقریبا تمام ارتش سواره خود را از دست داد و از آن طرف پیاده نظام و سواران ایرانی نیروهای پیاده او را به دو نیم کردند. اشرف به ناچار میدان جنگ را در حالی که جنازه 5000 سرباز وفادارش بر روی زمین بود به سمت فسا ترک کرد، اما نادر در نزدیکی پل فسا نیروی باقی مانده او که به زحمت به 5000 نفر می رسید را تار و مار کرد. اشرف نگونبخت سعی کرد از راه بیابان خود را به افغانستان برساند. پایان کار اشرف چندان معلوم نیست، اما قوی ترین احتمال این است که وی به دست بلوچ ها در ناحیه زردکوه کشته شده باشد. لاکهارت و مارتین فرنچ نماینده کمپانی هند شرقی و همچنین میرزا مهدی منشی نادر مستندتر صحبت کردند، چرا که آنها از قول شاهدان میگویند اشرف به دست سلطان حسین والی قندهار که از حامیان محمود افغان بود و از قتل محمود توسط اشرف خشمگین شده بود کشته شده است. به هر تقدیر مرگ اشرف و کشته شدن ده ها هزار سرباز افغان به دست نادر سبب پایان یافتن یک دوره تأسف‌بار در تاریخ ایران شد. اگر از این ویدیو لذت بردید لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. همچنین نظرات خودتون رو برای ما در قسمت کامنت بنویسید. از قسمت توضیحات هم میتونید از ما حمایت مالی کنید که کمک خیلی بزرگی به ما در جهت ادامه‌ی این مسیر میکنه.